با عرض سلام خدمت همه دوستان، امیدوارم حال همگی خوب باشه. امروز میخواییم وضعیت بیت کوین رو با همدیگه چک کنیم. بیت کوین تو نقطه قرار گرفته که دو تا سناریو براش محتمله. یا شما خیلی راحت میتونید الان حکم کنین که بیت کوین احتمالاً صعودی خواهد بود، یا اینکه میتونین بگین که خیلی خوب به پایان یک مسیر اصلاحی رسیده و یک ریزش نسبتاً سنگین باید انجام بده. خب ببینین، ما الان میایم روی چارت با همدیگه هر دوتای این سناریوها رو بررسی میکنیم. جفتش هم به یه مقدار قدرتمنده، یعنی هیچ کنون از اون یکی سرتر نیست، هر دوتای احتمال شانس برابر داره. ولی چیزی که میخواستم یادآوری بکنم، من توی ویدیوهای گذشته این حرف رو تکرار کردم، یعنی این صحبت جدیدی نیست. وقتی که من و شمای تریدر توی یک پوزیشن خاصی هستیم، مثلا دارم میگم من بیت کوین بای زدم، دیگه چشمم پوزیشن های سل رو نمیبینه، چون پیش فرض ذهنیم این شده که آقا این باید بره بالا، یعنی الان داره میاد پایین ایراد نداره، بذار بیاد پایین باز میره بالا. الان مثلا یک هندل قرمز خیلی بلند زده ایراد نداره میره بالا. خب شما دیگه اون دست بازار رو نمیبینید، فقط اون مسیری که خودتون هستین رو دارین میبینید. خب پس باز دارم یادآوری میکنم، من و شما کارمون پیش بینی کردن، پیشگویی کردن بازار نیست، تخمین زدن بازار نیست. من و شما بر پایه یک سری واقعیات که مستند داریم میبینیم، میام تحلیل هایی رو انجام میدیم. چارت به اون منطقه رسید که طبق خواسته ما خواست رفتار بکنه، ما یه بخشی رو باهاش همراهی میکنیم. ما الان میریم هر دوتا سناریو محتمل رو بررسی میکنیم بدون اینکه عینک یه طرف بینی به خودمون بزنیم، هر دوتا وضعیت رو میخواییم چک کنیم. خب با ما همراه باشید. ببینین چارت دیلی بیت کوین رو داریم با هم دیگه نگاه میکنیم. من اندیکاتورها رو پاک کردم چون میخوام روی خود چارت صحبت بکنم. ببینید اولین سناریویی که ما داریم اینه که در واقع من یه ریزش سنگین تا این منطقه رو داشتیم، تقریبا یه ریزش 60% و خدمتتون عارضم که الان میتونم نقاط پایینو به این صورت با هم دیگه وصل کنم. ببینید لبه شادوی پایینو با هم دیگه وصل کردم، ادامه بدم بیارم بالا، میتونم حتی این بالا رو بیارم از این نقطه شروع بکنم. خب اتفاقی که افتاد رو با هم دیگه ببینیم. من الان یک بریش فلگ دارم، نقاط برخورد پایین رو ببینین، نقطه 1، نقطه 2، نقاط برخورد بالا رو ببینین، 1، 2. من تا اینجا رو دیدم، اومدم این کانال رو کشیدم، نمودار برگشت اومد به لبه بالای کانال خورده. پس طبق چیزی که همتون بلدین الان ما بریش فلگ هستیم، باید برگرده بیاد اینجا، نقطه برخورد سوم اتفاق میفته. حالا یا بریش فلگ ما رو بریک اوت کنه به سمت پایین، یا حالا اگه خواست یه دور دیگه بیاد بالا، اون به بعد سناریوی اون به بعد به عبارتی. خب پس اولین سناریویی که میتونیم براش در نظر بگیریم اینه که برخورد سوم به کانال اصلاحی مسیر ریزشی اتفاق افتاده. خب یه کانال سعودیه که مال این مسیر اصلاحی هستش. خب پس یه سناریومون اینه که الان این مسیر صعودی که مال یکی دو هفته گذشته بوده تموم شده و نمودار ما ممکنه برگرده به لبه پایین کانال. خب حالت دیگه همین چارتو من میتونم به این شکل ببینم. خب ببینیم باز اینو مسیر ریزشی اصلی ما، خدمتتون عارضم که میتونیم بیایم به این صورت کار بکنیم. من این زاویه رو در نظر بگیرم، از بالا هم میتونم این رو در نظر بگیرم. خب اتفاقی که افتاد چیه؟ ببینید ما اومدیم انرژی مثلث داریم، بازم یک بریش فلگ هستیم، منتها مثلث دارم این دفعه. اتفاقی که افتاده چیه؟ ببینید نمودار شما مثلث و بالاشو بریک اوت کرده با این کندل سبز بزرگ، خودی بزرگتر کنم، با این کندل سبز، در واقع این کندل، این نمودار مثلث، این خط سبز خط بالایی مثلث که من کشیدم بریک اوت شده، نشسته روی مثلث، پول بک زده، الان آماده برگشت مسیره. تا کجا ممکنه؟ تا بالای اینجا برگرد. ما توی ویدیو دیروز گفتیم که اگه
مووینگ 200 در واقع رد بکنه بیاد این پشت، به احتمال خیلی زیاد تا منطقه 52 میتونه بیاد بالا تا اینجا. خب این برامون دست به نخت این حالت ممکنه. پس دیدین توی یک حالت در واقعیت این شروع یک مسیر به سمت پایین بوده، توی یک حالت دیگه در واقعیت پولبک به پشت اون منطقه مقاومتی یا حمایتی بوده و ممکنه به سمت بالا بکنه بره. پس این برمیگرده به من و شما که چارتو چطوری ببینیم. هر دوتای این سناریوهایی که من الان کشیدم جفتشون درسته. کسی نمیتونه بیاد بگه که چه میدونم طرف مثلا خطو بد کشیده بود، از یکم اونورتر میکشیده بود ریزشی میشد. نه، هر دوتای اینا درسته. بستگی داره که کی بخواد چارتو چطوری ببینه. خب تو همچین وضعیتی من و شما تکلیفمون چیه؟ چیکار باید بکنیم؟ من و شما خودمون رو میسپاریم به دست چارت. خب یعنی الان امروز چارت بیت کوین قابل ترید، قابل حالا خرید کردن نیست. شما باید چند روز بهش زمان بدی ببینین تو کدوم یکی از این سناریوهایی که شما نوشتین گنجونده میشه. پول بک رو کامل میکنه میره سمت بالا، اوکی خیلی خوب رفت بالای مووینگ 200 میریم بای. نه، داره میاد به سمت پایین، به سمت لبه پایین اون کانال اصلاحی که کشیده بودیم. خیلی خوب میریم واسه یه سل. خب پس شما مجبور نیستی که هر روز ترید بکنی. مثل الان ممکنه چارت قفل باشه، واقعا بهتون دوتا سناریو میده جفتشون هم قدرتمند و دقیقا دو نقطه مقابل هم دیگه. چیکار باید بکنیم؟ صبر. مجبوریم صبر رو کنیم ببینیم که کدوم یکی از این سناریوهای ما محتمل تر شده، تو کدوم یکی از اینا جریان پیدا کرده. اون موقع است که من تریدر پولم رو وارد میکنم. خب پس حواستون باشه، عجله نکنین. این عجله بزرگترین سم برای همه تریدر است. عجله نکنین. کار شما مثل من یه بارم گفتم که چطوری میشه یه چارت حرکت میکنه. اولین چیزی که احتیاج داشتین سناریوه. شما سناریوهاتون رو میکشین، سناریوهاتون رو میمیسین، اجازه میدین که چارت اون به بعد رو حرکت بکنه. چارت باید توی یکی از سناریوهای شما قرار بگیره. وقتی که قرار گرفت به عبارتی اون شکار شما در دام شما افتاده، اون موقع است که شما میتونین همراهیش بکنین. خب پس به قول معروف تعصب خاصی سر این نداشته باشین. نه، چارت بیت کوین دیگه سودیه، یا چارت بیت کوین دیگه هیچ وقت سود نمیکنه. تعصب نداشته باشین، یه طرفه به قضیه نگاه نکنین. شما مثل من هر دو طرف رو باید ببینین. برای تنها چیزی که واسه ماها مهمه اینه که چارت نوسان داشته باشه. بالا یا پایینش اصلا برای ما مهم نیست، فقط اینکه یه جا درجا نزنه، نوسان داشته باشه، ما سهممون از بازار رو میگیریم. خب پس به این نکته توجه کنیم. همش هم در مورد، حالا من امروز بیت کوین مثال زدم، در مورد بیت کوین درست، حالا امروز با هم دیگه دیدیم، ولی در مورد سایر چارت هم هست. یعنی شما رو طلا هم باید اینجوری بگیرین، روی نفت هم باید این مدلی چارت رو نگاه کنین، روی چه میدونم سهام هم باید این مدلی نگاه کنین. همیشه باید سناریوی دو طرف رو داشته باشین، ببینین که نمودار تو کدوم سمت داره بازی میکنه. اون موقع شما همراهی میکنین، اون یه تیکهی که مربوط به شما هست و باید بتونین ازش بگیرین. خیلی خوب، امیدوارم که همگی سعی سلامت باشین. تا ویدیوی دیگه، وقت همتون بخیر باشه.